سلام، من محمد صادقی هستم. من حدوداً یک سال و یک ماه که اتاوا هستم. سعی کردم توی مجموعه که جمع کردم از اطلاعات همه دانشجوی قدیمی‌تر رو استفاده بکنم. من حدود 13 دقیقه وقت دارم برای که این تجربیات رو منتقل بکنم و 30 تا اسلاید دارم. بنابراین این اتفاق برای بابک و مریم هم میفته. بنابراین خواهشی که ازتون دارم اینه که سوالا رو بذارید برای بعد از اینکه پرزنتیشن تموم شد. هر ستامون هستین، اگر سوال خاصی دارید اون موقع ازمون بپرسید. یه نکته قبل از اینکه پرزنتیشن شروع بکنم، ما قرار از فضای 30,000 40,000 تای مورگیج و اینا بریم به فضایی که قرار رو 20 دلار بیچرخه بخریم. بنابراین خواستم که اینو بهتون بگم، اینی که بچه‌هایی که دنبال خرید و خونه هستن خیلی خیلی به دردشون نخوره. صحبت من و نظر من در مورد زندگی دانشجویی، زندگی کم خرجه تا جایی که ممکنه برام. خب حالا همیشه در مورد مسائل مالی نیست. اولین مسئله میخوام باهاش شروع بکنم بیمه یوهیپ. خیلی مهمه که بیمه یوهیپمون رو بگیریم. چجوری بیمه رو ثبت نام بکنیم؟ اگه هنوز ایمیلش براتون نیومده، دانشجوی دانشگاه اتاوا هستید، این طریقه گرفتنشه. بذار بعدم بحثش بکنیم چون واقعا وقت نداریم برای یکی. اینجا هم آوردم که چجوری پرینت بکنید کارتتون رو اگه هنوز کارتتون براتون ایمیل نشده. این لینک هم هست برای اینکه چجوری کلیم بکنید. اگر که یک سری مخارج پیش میاد، برای اینکه کلیم بکنید طریقه کلیم کردن رو اینجا آموزش داده. مورد بعدی بیمه گرینشیت، بیمه تکمیلی برای دانشجوهای گرد هستش. اینکه گرینشیت چجوری کارتتون رو بگیرید، برای دانشجوی دانشگاه اتاوا باید برن طبقه دوم کافه نوستالژیا و گرینشیلد رو بگیرن. گرینشیلد یک سری از داروها و کارهای خدمات دندان رو فکر کنم تا سقف 500 اگر اشتباه نکنم ساپورت میکنه. اگه بیشتر از این مقدار رو میخواید بگیرید، اگه به عنوان تی ای کار میکنید، یه چیزی داریم تحت کیوب 26 26، اون هم احتمالاً 500 تای دیگه میاد روش، اینو باید مطالعه کنید. حالا فکر کنم مریم در مورد اینم یه مقداری صحبت میکنه. مورد بعدی پزشک خانواده است. اگه هنوز برای پزشک خانواده مراجعه نکردید، فکر کنم که بگم من همین اسلایدام بر اساس دانشگاه اتاوا، قطعاً شبیه همچین چیزی برای دانشگاه کارتون هم هست. کافیه برید به واکینگ کلینیک دانشگاه به این آدرس. چیزایی که همراهتون میبرید یه آیدی که پاسپورت باشه، کارت دانشجویی و کارت بیمه‌تون همراهتون باشه. یه سری فرم بهتون میدن، پر میکنید، بعد چند هفته پزشک خانواده‌تون رو بهتون میدن. حتما استفاده بکنید ازش، چون گرفتن پزشک خانواده به طور معمول به خارج از این روی خیلی سخت داخل اتاق، این طول میکشه یه مقداری. بعدی مورد دیگه اینکه نوبت گرفتن برای دکتر خیلی طول میکشه. مثلا خودم اولین باری که خواستم نوبت دکتر بگیرم، گفتم حالا یه نوبت دکتر بگیرم پس فردا برم دکتر. یهو دیدم که بعد از دو روز ایمیل دادن که نوبت دکتر شما دو هفته دیگه است. خب اینه که پس اگر که تو فکرش هستی، آره همون دکتر خانواده‌تون یه همچین چیزی، اگر میخواید، اگه مشکلتون حاده، به صورت واکین میرید، یعنی همون موقع میرید داخل و میگید من مشکل دارم. وقتی میخواید واکین میرید، حداقل زمانی که اونجا هستید حداقل یک ساعته. همراهتون یه دونه لپتاپ یه چیزی ببرید که وقتتون اونجا تلف نشه، این حواستون باشه. یا اگر هم که خیلی حاده، امرجنسی بیمارستان نایمارمان و جایی که قراره برید، چون که بیمتون یوهیپه، باید طرف قرارداد سان لایف باشه، به این دقت بکنید. مورد بعدی در مورد دارو دارخونه است. یه عالمه شاپرز دراگمارت داخل شهر می‌بینید برای لوازم بهداشتی و داروهای آنکانته. اینا خیلی گرونه. سعی کنید که قیمتش رو قبلش با لاپلاس، رگزال، کاسکو و والمارت چک بکنید. معمولا جاهای دیگه ارزان‌تر از شاپرز هستن. با اینکه یه عالمه شاپرز هست، ولی لزوما قیمتش خیلی ارزان بهتون نمیده. مورد بعدی اینه که یوهیپ و گرینشیلد بعضی از داروها رو کاور می‌کنن. قبل از خریدشون برید نگاه بکنید ببینید که این سطح کاورجشون چجوریه. مشکلات روحی، یه موقع آدم توی این مراحل مهاجرت و مشکلات روحی برمیخوره، دانشگاه اتاوا چیزی که داره برای مشکلات روحی و منتال هلس تا 7 جلسه رایگان مشاوره میده. روندش هم به این صورته که میرید پیش دکتر خانواده‌تون، میگید من مشکلم، یه سری فرم بهتون میده، آخرش حتما سوالتون رو جواب میده. حتما حتما، چون لینک ها اونجا هست، حتما باید داشته باشید. دکتر خانواده یه سری سوال ازتون میپرسه، مشخص میکنه که حتما نیاز دارید یا نه، اگه نیاز داشته باشه ریفرتون میده. وقتی ریفرتون دادن بهتون ایمیل میفرستن، میگن حالا مراحل این که نوبت بگیرید برای اون منتال کانسالتنت و اینجور چیزا، چه چیزی که شامل میشه هم آوردن، دپرشن، انگزایتی، اینجور چیزا همش هست. اگه مشکلات درسی برخوردید تو دانشگاه اتاوا، بعد نیست اینجا این لینک رو کلیک بکنید، یک سری مشاورم اونجا هستن که کمک میکنن. مورد بعدی امکانات مولتی میدیا که میتونید از دانشگاه قرض بگیرید، از رکوردر، پروژکتور، نمیدونم وب کم، حتی بورد گیم های بازی من کنم خیلی وقتا قرض میگیرم، کامیک بوکس، همه اینا رو میتونید بگیرید. لپتاپ همینطور میتونید همه اینا رو از دانشگاه بگیرید. پس اگه یه چیزی اینجوری ندارید، اینو یادتون باشه که از دانشگاه بگیرید. اینکه شو نذاشتم، من سعی میکنم بذارم اینکه شو برید.
دانشگاه اتاوا یه قسمتی داره به عنوان استودنت رایت سنتر. وقتی مشاوره حقوقی برای مسائل درون دانشگاه میخواید میتونید به این قسمت مراجعه بکنید. مشکلتون رو باشون در میون میذارید تا جایی که قدرت دارن کمک میکنن. خیلی قدرتی ندارن ولی حداقل میتونن یه سری تعهدی بتونن. به هیچ وجه وکیل نیستن، یعنی کاری وکالت رو نمیتونن براتون انجام بدن. ولی یه خوبی که داره اینه، مثلا وقتی با سوپروایزرتون مشکل برمیخورید، اگه برید پیش اینا، اینا میدونن که مثلا اینجا حق با شما یا سوپروایزر. یه موقع خدا نکنه جای تقلب کردید و اینا متهم شدید، به طرف تقلب نکنید. ولی اگه تقلب کردید متهم شدید، میتونید برید اینجا، اینا کمکتون میکنن که از اون مخمصه با کمترین هزینه ممکن در بیاید. اینم مورد بعدیه. خیلی چیزای دیگه هم هست. عقب انداختن امتحان و خیلی موارد دیگه. مورد بعدی یاد گرفتن فرانسه و تقویت زبان انگلیسیه. شما میدونید که میتونید تو دانشگاه اتاوا کورس رایگان فرانسه بردارید. نمرش داخل کارنامه‌تون نمیاد ولی حتما براتون ثبت میشه که این کورس رو برداشتید. یه چیز دیگه هست که من خودم جدیداً از بابت یاد گرفتم، این که یه مرکز بایلینگوال سنتر داریم تو دانشگاه که یه سری دانشجوهای زبان فرانسه و انگلیسی درست میگن بابت به صورت رایگان به شما حاضرن که به شما این درس ها رو هم یاد بدن هم تقویت بکنن. بنابراین میتونید برید که اون قسمت دانشگاه مراجعه بکنید و استفاده بکنید. به هر حال حقتون اینا مجانی. اینم این که اون بایلینگوال سنتر که گفتم. مورد بعدی منابع درآمد دانشجویی. احتمالاً همتون میدونید اینترنشیپ و کوآپ. تا جایی که ممکنه بیفتید دنبال استادا تو این جاب فیرا برید و اینجور جاب برید که بتونید اینترنشیپ بگیرید، کوآپ بگیرید. مخصوصا اگه دانشجوی مستر هستید حتما از فرصت اینترنشیپ و کوآپ استفاده کنید، بخاطر اینکه چی بهش میگن درآمدی خیلی خوب میشه ازش در اومد. اگه دانشجو کورس بیس هستید، مستر کورس بیس، توی تابستون میتونید ثبت نام نکنید، بتونید فول تایم کار بکنید. ولی اگه دانشجوی تز بیس هستید، اگه اشتباه نکنم اون سال اول که هنوز تزتون رو ثبت نکردید میتونید کار بکنید، از سال بعدش ولی نه. با این حال این رو حتما با دانشکدهتون چک بکنید. اینا هم در نظر داشته باشید که یه فرصتی کار تمام وقت تو دانشگاه میتونید انجام بدید. میتونید تی ای بگیرید تا سقف 170 ساعت برای دانشجویی که تزبس هستن و کار پاره وقت هم که میدونید داخل خارج از دانشگاه تا سقف 20 ساعت در هفته وقتی که دانشجو هستید. تدریس خصوصی هم خیلی خوبه، نه بهش تکسی میخوره نه چیزی و یه پولیه که کسی هم کاری نداره. چقدر موقع امتحانا برای دانشجوی مستر و دکتر، مخصوصا توی انجینیرینگ، خیلی بچه های آندرگراد دنبال توتور میگردن که بهشون تدریس خصوصی بکنن. اگر خوب تدریس بکنید و شناخته بشید، یه منبع درآمد خیلی خوب براتون خواهد. مورد بعدی تکس فایلینگ. خب شما بالاخره باید بعد از هر سال اعلام بکنید که چقدر مخارج داشتید و اینا، و چون الان دانشجو هستید یه قسمت خوبش برمیگرده. حتی اون دانشجویی که خونه و اینا دارن میخوان بخرن رو نمیگم، ولی بعدیه بهتون برمیگرده اون قسمت از اون تکس فایلینگتون. برای همین رسیده مدیکالتون رو تا جای ممکن دور نریزید، چون رسیده مدیکال هر چی خرج مخارج مدیکال میکنید و تکسش رو میتونید پس بگیرید. اگه یو پس دارید از سال دوم، از سال اول ما نتونستیم پارسال کلیم بکنیم، بهتون پس داده میشه یه بخشیش. حالا این قسمت تکس فایلی صبح آقای پهلوانی گفتن که یه متخصص باید درتون انجام بده. سال اول آسونه، شاید خودتون هم انجام بدین، ولی خیلی خوبه که بدونید پن پارسال اینو برای بچه‌های تازه وارد انجام داد، یعنی یه متخصص اومد که بچه‌ها کمک کرد، خود من هم بودم که این تکس فایل رو انجام بدیم و پرش بکنیم و امسال هم حتما داریم. پس حتما زیر نظر داشته باشید موقعی که شد تکس این کار پن این کار انجام میده. اگه نتونستید با پن هماهنگ بشید، این آدرس هم گذاشتم الان پیجش رو میزنه که نات فند و اینا، ولی اون موقعی که خواستش که بشه یه گروه والنتیر چینی هستن که به صورت رایگان براتون کار میکنه این تکس فایلان. خب دوچرخه سواری اسکی، اول که خرید و کرایه. یه سری اپ هست که میتونید باش دوچرخه رو بخرید، دوچرخه کرایه بکنید. ماهی حدودا 7 دلار در میاد اگر هر نیم ساعتی که دوچرخه سواری میکنید اپ دوچرخه رو لاک میکنید. ولی میتونید دوچرخه رو بخرید. چجوری دوچرخه بخرید؟ دوچرخه ارزون، دوچرخه گرون اگه میخواید بخرید، اون رو من بلد نیستم. دوچرخه ارزون مغازه لوازم ورزشی دست دوم رو توی اتاق میتونید پیدا کنید، توی فیسبوک میتونید خیلی خوب پیدا کنید، کیجیجی و همین صورت. آقای صمیمی که خود ما ازش دوچرخه خریدیم، بعضی وقتا دوچرخه خیلی ارزون داره، قبلش باید بهش زنگ بزنید. من خودم 50 دلار ازش دوچرخه خریدم، یکی بچه‌ها 20 دلار. اینا آدرس سایتشون رو گذاشتم اینجا، حتما بهشون مراجعه بکنید. برای اسکیت هم همین هست. تعمیرات دوچرخه دانشگاه اتاقای کوآپ دوچرخه داره، خیلی وقتا و قیمتا خیلی ارزون دوچرخه هاتو براتون تعمیر میکنه. این هم یه چریتی دوچرخه هست که و مسائل رو خیلی ارزون بهتون میده، به علاوه آدمایی هستن که اونجا کمکتون بکنن دوچرخه تون رو تعمیر بکنید. بنابراین خرج زیادی نمیخواد برای دوچرخه بکنید.
اتاوا یک شهر خیلی قشنگ برای دوچرخه سواری. یه عالم مسیر دوچرخه سواری داره. اینجا لینک مسیرهای دوچرخه سواری رو هم گذاشتم. اسکیپ تو محیط بسته دانشگاه اتاوا. یه رینک اسکیپ داره که فکر کنم 12:30 تا 1:30 به صورت مجانی هر روز. اونم چک کنید تو کامیون سنترها فکر کنم $3 ساعتیه. محیط بازم ریدو کانال هست که زمستون که شد بازش میکنن که خیلی قشنگه. و یه مورد دیگه‌ش هم اگر اشتباه نکنم روبروی سیتی هال هم یه فضای مجانی باز باشه برای اسکیت کردن. خب منابع مجانی کلا چیزای مجانی چه جوری بگیرید؟ اول همه که دانشگاه اتاق فری استور داره، میتونید با کارت دانشجویی برید از فری استور لباس و اینجور چیزا بگیرید، یا اینکه لباس کسی دوست نداره بگیرید. ولی خوش شانس باشید که وسایل آشپزخونه و چیزای برقی رو شاید گیرتون، بستگی به شانستون داره واقعا. مورد بعدی این که خیلی وقتا شاید الان آدم به اندازه کافی پول همراهش باشه، ولی خدای نکرده یه موقع آدم به یه مشکلات مالی میخوره که واقعا یه هیچی دستش نیست و ته حسابشه، اون موقع فودبنک دانشگاه اتاوا حق شماست. میتونید برید اونجا کنسرت و اینجور چیزا دارن، حد امکان میتونن کمکتون بکنن. یه مورد دیگه اینه که برای همه از این خارج از دانشگاه بایومتریک پروژکت گروه های فیسبوک برای منطقه مختلف شهر دارن که اصلا وسایلی که نمیخوان رو میذارن که شما برید و مجانی بگیریش. تو کیجیجی هم میتونید چیزای مجانی پیدا کنید، ولی چیزای مجانی که برمیدارید اگه مثلا نیست مدل این چیزاست ممکنه که چی بهش میگم باکس داشته باشه و خیلی مراقب باشید. در مورد روز تولد، روز تولدتون کلی جا تو اتاوا هست که بهتون غذای مجانی میده یا شکلات مجانی. من یه سریشو لیست کردم براتون، حدود 20 مورده، ولی قطعا بیشتر از اینم هست و اگه هفته قبل تولدتون این رو حواستون باشه این لیستشه. تخفیف‌های دانشجویی، همه چیزایی که تخفیف دانشجویی بهتون میدن رو من تا حد ممکن لیست کردم، با کارت، با مواردی که از نابلاز مثلا مترو چیزایی که به طور خاص حالا من دیدم دو صفحه گذاشتم اینجا. خریدای ارزون توی تنگیر میتونید، آوتلت تنگیر میتونید که با قیمت خیلی مناسب لباسای آوتلت بگیرید. چیزی که وجود داره اینه که برای تنگیر یه دفترچه داره، دفترچه تخفیفه برای دانشجوها، این دفترچه مجانی. اگه یه سری رفتید اونجا حتما با کارت دانشجویی برید این دفترچه رو بگیرید. اس پی سی کاردم دوباره خیلی محصولا تخفیف میده، نمیدونم مثل گپ دیگه امریکن ایگل اینا اس پی سی کارد روشون تخفیف داره 10% 15%، اون رو هم میتونید بخرید، قیمتش $10. خرید از کلیرنس سیل خیلی توصیه میشه، مخصوصا وقتایی که بانک ریپابلیک و گپ تخفیف 50% روی اجناسشون میذارن میشه با قیمت خیلی مناسب این رو گرفت. این آفرا معمولا داخل مثلا موضوعهای خیلی خاص مثل بلک فرایدی اینا اتفاق میفته و حواستون باشه که از اول هفته اینو شروع میکنن. اینه که لزوما لازم نیست خود همون روز برید، من مثل که 13 دقیقه وقتم استفاده کردم و خیلی هم هنوز دارم پس خیلی سریعتر میرم. ایربایز برای استفاده از یه سری مثلا وقتی خرید میکنید از مترو اینجور جا یه سری پوینت بهتون میده، بعدا برای خرید میتونید ازش استفاده بکنید. همینو لابلاس و شرکت های زیر مجموعهش دارن به علاوه دراگمار. این کارت رو بگیرید یه سری آفر براتون مشخص میشه، اگه اون آفر رو بخرید بهتون این سری امتیاز میده. نرم‌افزار فیلیپ رو نصب بکنید روش، فلایر داره. بعد والمارت برای مراقبت با بقیه این قانون رو گذاشته که اگر یه جای یه محصولی گروسری قیمت پایین‌تری داشته باشه شما برای نرم‌افزار فیلیپ اینو ببرید اونجا نشون بدید بگید اینجا چیز دارم قیمتش ارزان‌تره براتون پرایس میچ می‌کنه. پس اینم حواستون باشه اگه چیزی رو گرو خرید براش تخفیف خورده برید ریتیل پالیسی بکنید و درخواست پرایس میچ بدید. اینم میشه والنتیری جاب. کاری والنتیری خیلی خیلی خوبه، فرصتیه که بتونید بقیه رو ببینید، مثلا صحبت بکنید، حرف بزنید، آشنا پیدا کنید، نتورک بکنید. حتی اگه تو زمینه رشته خودتون مشکلی خیلی عالیه، ممکن بعدا به درد شغلتون بخوره و تو رزومه‌تون هم خوبه. رایج پیدا کردنش از طریق دانشگاه، فودبنک دانشگاه والنتیر میخواد همیشه پریستورش، همینطور بقیه اپورتونیتی‌هاش هم اینجا هست داخل یوزون برای دانشگاه اتاوا. خارج از دانشگاه از طریق این سایتی که اینجا گذاشتم. اجاره اتاق و اپ حمل و نقل، برای اجاره اتاق گروه تلگرامی که داشتیم اکثرانتون هستید، کی جی جی و یه گروه فیسبوک خیلی خوب هست، اینو هم گذاشتم. هوا که سرد بشه خیلی این برنامه گوگل اسکیجول گوگل مپ رو چک کردن واقعا سر وقت نیست، یعنی همش از وقت جا میمونه. این دوتا اپ اتوبوس ها رو به صورت آنلاین با جی پی اس دنبال میکنن، از اینا حتما استفاده بکنید. رایت شیر خرید اجناس دست دوم، من رایت شیر میتونید از سایت این کنگرایت یا نمیدونم در اسمش چیه استفاده بکنید و گروه فیسبوک هم گذاشتم، گروه فیسبوک خوبیه. خرید از این سایت ها میتونید چیزای دست دوم اگر میخواید بگیرید.
یا خودتون بفروشید اگه چیزی رو لازم نداشتید. یه چیزی چیزایی که به صورت مدت محدود بهتون مجانی میدن، آمازون پرایم برای دانشجوها 6 ماه، نتفلیکس رو اول استفاده فکر کنم 1 ماه، اپل میوزیک 2 ماه بهتون میدن. ولی مثل من نباشه، من خیلی از اینا رو یادم میره و شارژ میشم، یعنی برای کل سال باید استفادهشون بکنم. بعد خیلی از ایبی خیلی توصیه میشه، خیلی از چیزا مثلا مثل چه میدونم قاب گوشی و اینا که بیرون حتی 12 15 دلار باید بخرید، تو ایبی مثلا با 1 دلار اینجور چیزا میتونید بگیرید. آره، اسپاتیفای مثلا. فقط ایبی حواستون باشه چون که از چین میاد دو ماه سه ماهی تو راهه. مثلا ممکنه بیاد بری اینو دیگه دوست ندارم داشته باشه. خب برنامه شب، برنامه اینترنشنال آفیس رو بید اگه میخوایی با آدم های خارجی و کانادایی در ارتباط باشی، برنامه اینترنشنال بیش، برنامه کلاب های مختلف دانشگاه و از همه مهمتر اپلیکیشن پرکاربرد میتا. فکر کنید تو رشته تخصصی خودتون برنامه تخصصی تو شهر میذارم، مثلا توی زمینه تکنولوژی و آیتی این دو چیزا شاپیفای شرکت شرکت‌های معروف این مثل اتوبا و مایکروسافت برنامه‌ای مثلا ماشین لرنینگ داره، میتاپ‌های ماشین لرنینگ خیلی خوبه. از چه بابت؟ از این بابت که میتونید با آدمایی که تو بیزنس هستن آشنا بشید، حداقل باشون صحبت بکنید، یه موقع رزومه نشون بدید بهشون، حتی اگر به کار منجر نشه حداقل یه فرصتی شده که صحبت بکنید. در بدترین حالت این فرصت شده که بگید اونجا غذا بخورید، غذای خوب میارن. میتاپ‌های ورزشی مثل برنامه‌های دویدن هاکینگ گروه اینا همش مجانیه، یعنی استفاده ازش هیچ اشکالی نداره. برنامه تقویت یادگیری زبان خارجی تو همین نرم افزار میتاپ، یکی از میتاپ‌های خیلی با سابقه هم گذاشتم برای انواع زبان‌های مختلف. میتاپ‌های سرگرمی که برای انواع بازی مثل بازی تخته‌ای اینجوری شد. خب برنامه ایرانی شهر اتاوا، من یک مورد خیلی خلاصش رو گذاشتم ولی یه عالمه دیگه هم داره. برنامه قلمرو ادب جمعه بعد از ظهر همینجا دقیقاً برگزار میشه. آقای راد شروع میکنن شروع کرد، یعنی الان دارن داستان بهرام گور رو میگن و خیلی شیوا هستن، خیلی کلامشون به دل آدم میشینه. حتما بهتون پیشنهاد میکنم یه دفعه که شده بیاید و شرکت بکنید و بعدش حتما جزء کسایی هستید که ادامه خواهید داشت شرکت کردن. برنامه برای گروه حاکمی البرز من یک دین خاصی اون گروه دارم بخاطر اینکه خیلی از دوستای خوبم رو توی این گروه پیدا کردم. به وسیله این گروه میتونید خیلی از جای چی بهش میگن دور اتاوا که شاید برای ما که ماشین نداریم هنوزم نمیتونیم به صورت تنهایی بریم، با یه هزینه خیلی کم از طریق این گروه بریم. بچه خیلی صمیمی داره، آقای ما 5 ساله که این گروه رو داره و شاید بالاتر از 100 تا برنامه برگزار کرده. حتما این دفعه شرکت بکنید. برنامه بعدی پاتلاک‌ها دور همی گروه پند ما فکر حداقل 3 4 تا پاتلاک حالا برگزار کردیم، یه دونه باربیکیو هم داشتیم و کلا برنامه اینطوری خیلی میذاریم. یه فرصت خیلی خوبیه که بچه‌ها با هم دیگه آشنا بشن و دوستای جدید پیدا بکنن. از همه مهمتر برنامه شب‌های فیلم بازی گروه اتاوا ایرین اینترتینمنت، اینو خیلیاتون فکر کنم ندیدید، این آدرسش رو میذارم اینجا. گروهی هست که من مرشاد تقریبا کاراشو انجام میدیم، هر از سعی کنیم 3 هفته 4 هفته یه بار یه فیلم پخش بکنیم، بعدش هم بشینیم دور هم کارت بازی و اینجور کارا بکنیم. یک توصیه، سعی کن هر چیزی که مطمئن نیستی رو بپرسید، هیچ کسی از پرسیدن ضرر نکرده. من تا 2 ماه اولی که اینجا بودم آب می‌خریدم، نمی‌دونستم که آبای شی خوردنی. دست بپرسید. و یه مورد دیگه، اگر ما خجالت می‌کشید تو گروه خودمون بپرسید، یه ردیت شهر اتاوا وجود داره به صورت ناشناس، می‌تونید تو ردیت شهر اتاوا بپرسید سوالتون. و حرف آخر، اینکه به یه نفر کمک بکنیم شاید دنیا رو عوض نکنه ولی شاید دنیای یه نفر رو عوض بکنه. بنابراین از همتون میخوام که حالا که برسید به اینجا حداقل بچه‌ای که ایران هستن از طریق مختلف مثل این گروه‌های تلگرامی و همه اینا کمک بکنید و کلا هر جوری که میتونید به بقیه کمک بکنید. خیلی دستتون درد نکنه. من